دو. حالا اسش رو بگو یک اس دو اینا. یک اس دو، یک دو اس دو، دو پی شیش، یک اس دو دوباره. باز میره یک، باز میره یک، باز میره یک. بله استاد، ببخشید میره سه اس دو. حضرت سه اس دو، آفرین. بله استاد. الان به نظر تو منیزیم دوست داره چی بشه برای اینکه پایدار شه؟ آه دوست داره الکترون بده. آفرین. چند تا؟ آفرین چند تا؟ دوتا. دوتا میشه مستو مصبت. بله از دست میده. بله استاد. خب مرسی ایلیا. استاد اگه دوتا بده میشه نئون دیگه. آرش الکترونی شبیه نئون میشه. بله استاد. خیلی خوب ایلیا. خیلی خوب ایلیا. خواهش می‌کنم. سینا رو بس کن. سینا رو بس کن. سلام استاد. سلام سینا. بله. حالت خوبه؟ استاد فصل سه و که استارت می‌زنی؟ ان شاءالله وقت گل نی. کی امتحان علوم داری؟ آقا فکر کنم یه هفته دیگه، یادم نیست دقیقاً استاد. دقیقشو به هم بگید بچه ها. کیه؟ دوشنبه هفته بعد. یعنی من دیگه با اینا ندارم. خب پس امروز من یه دونه چیزای مهمی از فصل سه بگم بهتون برای امتحانشون. واسه سوالم بپرسید جواب بدیم. بدید بپرس. نه آقا شما بپرسید از ما. این کیه؟ سینا این کیه؟ آلومینیوم. بگو لایه‌هاشو. ها لایه‌هاش اونطوری است. درست. آقا دو آقا میشه دو شیش، نه شیش و دو میشه هشت. ببخش واسه امتحان دادم دیگه، خسته شدم. مغزم مغزت پوکیده. آره دو هستم. بعد است یک است بخشی است. حالا یک است. آقا است. بعد آقا یک است دو، دو است دو، دو پیشیش. بعد یک است دو. چرا باز یک؟ سه است دو. چرا یک میگی دوباره؟ یک است و دو است و بعد یک است. آقا اشتباه چاپی بود. چاپی بود. چاپی بود. آخه اون ایلیای ابله هم مثل تو اشتباه چاپی کرد. حالا اینجا چی؟ آقا اینجا میشه سه پی یک. سه دی یک نمیشه؟ سه دی نه نه نه. چرا باید تو لایه بعد بگیم. آفرین. چون که باید بره تو عناصر واسطه. هنوز تو عناصر واسطه نرفته. هنوز تو ردیف سه، این ردیف چهار نرفته. استاد چه مشکی پوشیدید؟ خبر نداری؟ نه. یعنی واقعا خبر تو این مملکت زندگی نمی کنی؟ نه. فاتحه این مملکت رو باید بخونن نشنیدی؟ من از الان مشکی پوشیدم. خسته نباشید. سلامت باشید. خب بچه همه اومدن؟ اومدن؟ خیلی خب همه اومدین. من یه چند تا نکته در مورد فصل سه بگم که به دردتون میخوره، بعد دوباره بهم میگم سر این قسمته که خیلی مهمه که مربوط به فصل دو هم هست. توی فصل سه یه بخشی دارید به نام نفت خام. نفت خام همینطور که میدونید کربوهیدراته یا هیدروکربن، یعنی از دو عنصر هیدروژن و کربن ساخته شده. نفت خام مایه سیاه رنگ، بدبو و مخلوطی از مواد مختلفه. سال قبل خوندید که نفت خام رو که میخوایم جدا سازی کنیم، اجزاشو جدا کنیم، از برج تقطیر استفاده میکنیم. برج تقطیر که تو پالایشگاه هستش، با استفاده از تفاوت در نقطه جوش میاد موادی که توی نفت خام هست رو از هم جدا میکنه. نفت رو میجوشونن،
بعد که جوشوندن بخار نفت میاد توی این قسمت هایی که پیاله پیاله است با به اصطلاح دماهای مختلف، وقتی که اینا رفتن بالا به هر حال بعد از چند مرحله از بالای برج موادی خارج میشن که نقطه جوش بسیار کمی دارن و از پایین برج نقطهش جا انداختن و از پایین برج موادی خارج میشن که نقطه جوششون زیاده بالاست. از این وسط ها هم موادی میان که نقطه جوششون بین این دوتاست. خب موادی که از بالای برج خارج میشن همه گازن، کم کم میاد پایین مایع میشن، هرچی میاد پایین مایع غلیظتر میشه تا اینکه پایین پایین میشه جامد. مثال اینجا مثلا گاز بوتان، متان، پروپان خارج میشه، اینجا مثلا بنزین، نفت سفید، استون و اتر و تینر و از این حرفا خارج میشه، اینجا روغن ماشین، روغن اتومبیل، گریس خارج میشه، این پایین هم مثلا قیر خارج میشه. اینا حالتاشون با هم فرق میکنه، نقطه جوشاشون هم فرق میکنه، اما یه تفاوت خیلی بچه به اینا میگن برش نفتی. برش چی؟ نفتی. من الان چند تا برش انجام دادم؟ یک، این گاز بود. دو، سه، چهار تا برش انجام دادم. اما برج‌های تختیر امروزی 8 تا، 16 تا و من شنیدم جدیدا ساخته شده 32 تا برش. فرق 4 تا برش با 16 تا برش رو میدونید چیه؟ چه فرقی بین 4 تا برش با 16 تا؟ یه فرقی باید داشته باشه. اگه میدونید بنویسید یا دست بلند کنید. خب ماهان رو بس کن. تبار هم میتونی بس کنی. ماهان فرق 4 با 16 چیه؟ استاد میتونیم خب مواد بیشتری با تجزیه کاملتر داشته باشیم. کاملا صحیح. میتونیم مواد مختلف بیشتری رو جدا سازی کنیم. همینجور تا آخر. پس اگر برش ها بیشتر باشن، یه لحظه ماهان، برش ها بیشتر باشن بچه ها، ما مواد رو داریم چی کار میکنیم؟ فشرده تر میکنیم. مثلا میگیم آقا نقطه جوش این عدد تا این عدد از این لوله بره، نقطه جوش هایی که از این عدد تا این عدد از این لوله برن، نقطه جوش های پایین تر از اینجا برن، یعنی دستبندیمون یکم کامل تر میشه. حالا چی میخواستی بگی؟ استاد اصلا نفهمیدم چرا سیل هست اینترنتون بد شد، نفهمیدم چرا اصلا نفت خام میبریم تو برج تقصیر واسه جداسازی؟ اجزاش نفت خام مخلوطه درسته؟ بله. یه مخلوط سیاه رنگ بدبو دیگه، این مخلوط پر ماده توشه، مواد مختلفی توشه که این مواد مختلف همه کربوهیدراتن، یعنی هیدروکربن‌های مختلف هستن. ما این هیدروکربن‌های مختلف رو باید از هم جدا کنیم تا الکی نسوزه. یعنی مثلا ما نفت خام میسوزونیم انگار گاز متان و بوتان و پروپان و بنزین و نفت و قیر و همه رو با هم سوزوندیم که یه مقدار دود زیادی هم تولید میکنه، یعنی هدر رفت. میگن که نندلیوف گفته اگه نفت خامو بسوزونید انگار دارید اسکناس میسوزونید، تا این حد نفت خام مهمه. اصلا کلا نفت خام رو برای رنگسازی، داروسازی ها، انواع اقسام پلاستیک ها و سوخت های اتومبیل ها و خودرو و هواپیما و سوخت شهری، گاز پیکنیکی، فندک، خیلی جاها به درد میخوره. پس خیلی مهمه که ما اینا رو جدا کنیم، جدا سازی کنیم. حالا وقتی جدا میکنیم، بعد از اینکه اینا جدا شدن، بچه ها این لوله ها جدا شدن، اینا باز میرن توی یک کارخونه دیگه به نام پتروشیمی. برج تختیر تو پالایشگاست. اون لوله که بهش میگیم برش نفتی توش چیه؟ تو این لوله ها چیه؟ یک سری مواد با نقطه جوش های نزدیک به هم،
حالا این یک سری مواد که نقطه جاشون نزدیک به همه بسوزونیمش، خب باز هدر رفته. میگه ببر اینم جدا کن. حالا میخوام اینا رو جدا کنیم، این یک سری مواد از هم جدا کنیم، یعنی پروپان و متان و بوتان رو از هم جدا کنیم. مثلا بوتان و پروپان رو ببریم برای کپسولای پیکنیکی، بوتان رو ببریم برای میگم بوتان، متان رو ببریم برای مثلا جایگاه سوخت برای اتومبیلا، گازهای اتومبیل سی ان جی ها. خب پس جدا سازی کردیم دیگه، پس بهتر شد. این رفت برای کپسول یه جوری فروش میره، اونم رفت تو پمپ گازها برای اتومبیلا که یه جور دیگه فروش بره. کجا این کارو میکنه؟ پتروشیمی. حالا این لوله ای که داره یه ماده ای رو میبره تو این پتروشیمی، به این میگن سوخت پتروشیمی. ببخشید، غذای پتروشیمی، سوخت نه. غذا، تلفظ غذا به کار برم. غذای پتروشیمی. این بر قطع شد. اومد دوباره. پس غذای پتروشیمی یعنی چی؟ یعنی این مال این پتروشیمیه. آقای پتروشیمی شما بیا این گازا رو از هم جدا کن. این یکی لوله میاد میره توی یه پتروشیمی دیگه، مثلا میره پتروشیمی بندر عباس. وقتی رفت پتروشیمی بندر عباس، پتروشیمی بندر عباس اینو میاد بنزین‌های مختلف تولید میکنه، بنزین‌های مثلا یورو 4 و سوپر و بنزین هواپیما و فلان و بهمان، اینا رو جدا سازی میکنن. پس خود پتروشیمی هم با هم فرق میکنن، هر دستشون یه کاری انجام میده. مثلا وقتی با گاز اتن رو جدا کنیم از این نفتا، اگه جدا کنیم با این گاز میتونیم بفرستیمش توی پتروشیمی بگیم آقا پلاستیک بساز، که تو این قسمت شما پلاستیک سازی رو خوندید. گاز اتن اگه حرارت بدیم توی ظرف دربسته حرارت بدیم، میتونیم ازش پلاستیک تولید کنیم، پلیتن تولید کنیم، پلیمر درست کنیم، بسپار یا بسپار درست کنیم، پیوندهای دوگانه رو بشکافیم، پیوندهای یگانه تولید کنیم، پیوند کووالانسی دو خط تا بشه یک خط. پس این کارا تو پتروشیمی انجام میشه. برش نفتی رو فهمیدین چیه بچه ها؟ برج تختی رو فهمیدین چی کار میکنه؟ تا مطلب بعدی رو بگم در رابطه با همین. یه سوال داره. بپرسم. یه مسئله باز کنم. گلم تخت رو پاک میکنم. سلام. 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 استاد میخواستم بگم همین برج تخدیر که توضیح دادین تو کار دیگه هم به کار میره، مثلا عرق نعنا و عرق گل ما هم گلاب و از همین برج تخدیر تخدیر خونگی هم میگیره. من میتونم بگم آره ولی باید بگم تو ولی باید بگم تو بمیدی. چرا استاد؟ به خاطر اینکه عرق نعنا رو تو تخدیر معمولی ساده انجام میده. بله. این برج تخدیر دستگاه خاصی. بله استاد، نه کارایشونو میگم. آره اگه شما تو برج تخدیر عرق نعنا بسازی، عرق نعنا فکر کنم چیزی مثلا چند میلیون تومان در بیاره. برای همین روشش درسته. استاد وقتی وقتاشون خالیه بگید بریم عرق نعنا درست کنیم. آره این میشه. ممکن سرشون خلوته ما بریم اونجا عرق نعنا. بله استاد. عرق نعنا روشش تختیره. ایجا جان قطع کن، چه صدا میپیشه. روشش تختیره. ولی تختیر ساده است. این تختیر جزء به جزءه. یعنی تیکه تیکه، قسمت قسمت. اون عرق نعنا که تخدیر ساده است، دو تا ماده داری که نقطه جوشاشون فاصلهش زیاده، تفاوت در نقطه جوششون زیاده، اختلاف نقطه جوششون زیاده. مثلا آب 100 درجه میجوشه، اسانس نعنا کمتر از 100 درجه میجوشه، یعنی بخار میشه. بعد خود برگ نعنا خیلی دیر بخار میشه، خیلی دیر تبخیر میشه، اصلا نمیشه ها، تو این دستگاه نمیشه. یا مثلا نمک 800 درجه ذوب میشه، تازه 800 درجه ذوب میشه، 801 درجه تو 1000 خورده میشه که به جوش میاد، ولی اون دقیقه عددش یادم نیست، ولی 801 رو یادمه. آب 100 درجه میجوشه. پس ما آب و نمک رو به راحتی با تخدیر ساده جدا میکنیم، نمک از آب جدا میشه. خب ولی
اگر نقطه جوشان نزدیک هم باشه کار سخت میشه. مثلا تقدیر الکل، الکل حدود 87 درجه است، یا 78 درجه، 78 یکی این دو تا بود. آب سده، یکم نزدیک همه. اگر ما آب و الکل رو بجوشونیم قلقل کنه، آب و الکل با هم میان بیرون. اما اگه نذاریم بجوشه، برسونیمش به دمای 90 درجه، فقط الکل میاد، یه ذره با خودش آب میاره، یه ذره آب میاره. ولی اگه جفتشون قلقل کنن، اون الکل پر آبه. یعنی میتونی تقلبی مثلا بفروشی به بیمارستان ها. البته درسته؟ آتیلا جان شما هم سوال کن، من تختیر رو پاک کن. متوجه شدی ایلیا جان؟ پس این تختیر ساده است، این تختیر جز به جزه، ولی جفتش تفاوت در نقطه جوشه. فاصله تفاوت در نقطه جوش زیاد. باره تختیر ساده، عرق نعنا، گلاب، فلان، تختیر اختلاف نقطه جوش کم باشه میشه تختیر جز به جز. آتیلا جان بگو. نداری؟ اما نکته بعدی، تو برج تختیر اونهایی که از بالای برج خارج میشن، گفتیم نقطه جوششون کمه، گفتیم گازن، پس در نتیجه رقیقن، در نتیجه گران رویشون کمه، یعنی غلظتشون کمه ها، راحت جاری میشن. و از همش مهمتر، تعداد کربونی که هیدروکربنش رو ساخته، تعداد کربنشون کمه. ولی اونی که از پایین برج میاد، همه ایناش برعکسه، یعنی خیلی غلیظه، در حد جامد، گران رویش زیاده، یعنی خیلی سخت جاری میشه، و از همش باز مهمتر تعداد کربوناش بالاست. تعداد کربن بالا. بالا رو پاک کنم یه نکته بنویسم، تو کتابتون نیست ولی به درتون میخوره. کربن یک تا کربن پنج گازن. کربن 5 تا کربن 15 مایع میشن. از 15 تا حدود 20 مایعش غلیظه. 20 به بعد حتما جامده. باز یعنی چی؟ کربن کم، کربن زیاد یعنی چی؟ آقا مگه کربوهیدرات نبود؟ یعنی کربن و هیدروژن. یه دونه کربن 4 تا هیدروژن. این میشه متان. میشه گاز شهری. دو تا کربن 6 تا هیدروژن. میشه اتان. بازم گازه. این همونیه که میتونی اتنش کنی بعد پلاستیک بگیری. سه تا کربن 8 تا. به این میگن پروپان. این هم باز گازه. 3-4-18 این هم بوتان، باز هم گازه. متوجه شدین این کربن کم یعنی چی؟ یه جدول تو کتابتون هست نوشته. اینو پاک کنم. جدول رو بگردین پیدا کنین. نوشته 3-8-8-18 3-20 فکر میکنم 8-42 این دوتا رو نوشته. اسم اینو گذاشته اکتان، اسم اینو گذاشته فکر میکنم ایکوزان بود. پیدا کرد این جدول بچه ها؟ تبا جدول تو کتاب بگرد پیدا کن ببین من درست نوشتم. تا بعد یه نکته براتون بگم. کی نوشته؟ نه تبا. درست ننوشته. پس تبا پیدا کردی بگو درستشو. یکیتون بگه. دست بلند کنید. دست بلند همین کرده. کیان بگو. کیان اشکالش کجاست؟ رضا هم میده.
سلام استاد. استاد 38 اوکتان نوشته با و جلوش. آها اوکتان و جلوش گذاشته. آره اشتباهی که گرفته بود. فارسیش این اشکال نداره، این مثل مولکول میمونه. مولکول مولکول هر دوتا نوشته میشه، چون کلمه انگلیسیه یا او میذارن یا او، زیاد مهم نیست، ولی اوکتان بهش میگن. بعد ایکوزان درست بود؟ بله ایکوزان درست. خب پس درسته، اوکتان بهش میگن بچه ها. حالا یا اوکتان مینویسن اوکتان میخونن، اصلا کلا میگن اوکتان. پس ترجیحاً بهتره او بگی، ولی خب میگم فرق نمیکنه. اوکتانو کجا شنیدید؟ کی شنیده؟ یه جایی شنیدید فکر کنید. دست بلند کن. نیکان چی نوشته؟ استیکر چیه؟ کلاس علوم. آتیلا بگو. آتیلا اوکتانو کجا شنیدی؟ کلاس علوممون. چی گفتن تو کلاس علومت؟ فقط فرمولشو فکر کنم گفتن، الان کتاب پیشم نیست ولی یادمه گفتن نوشتم من. تو زندگی کجا به درد میخوره؟ نیکانو بس کن. تو زندگی وای خاموش شد. کی خاموش شد؟ تو؟ آقا راستی آتیلا کاندیداتوریتون رو تبریک میگم، من فیلم تبلیغاتیتون رو دیدم، کاملا یاد مسئولین جمهوری اسلامی افتادم قبل از اینکه به مقام برسم. فقط تو مثل اونا نباش خواهشن، رای بهت دادیم بعد رای ما رو بر نداری بری بیلا و فلان و بهمه بر خود بخری و فک و فامیلاتو بذاری سر کار رو، بعد حالا سیاسی حرف نزنی. نیکان جان بگو. صدام هست؟ بله قیافت هم هست، صدات هم هست. آقا من فکر میکنم، مطمئن نیستم، فکر میکنم مکمل سوخت باشه. آفرین کاملا صحیح. مرسی تبا. بچه مکمل بنزین، اگه تو پمپ بنزینا برید بعضی وقت یه قوطیای هست، میگن که آقا اینو میخواهیم، میگیم چیه اینا، میگن اوکتان ماشین رو تغییر میده. فرق بنزین سوپر با بنزین معمولی سر همین اوکتان است. چی کار میکنه؟ بهتر میسوزه. ماشینایی که مدل بالا هستن ترجیحاً بنزین سوپر بزنن بهتر از تا بنزین معمولی، ولی خب الان گیر نمیاد. در نتیجه مجبورن دون از این بطری‌ها خالی کنن تا سوخت بهتر بسوزه. پس این اوکتان مایع هم هست تو بطری‌ها، نگاه کنید مایع. شبیه بنزینه ولی از بنزین خیلی همچنین رقیق‌تر و خوشمزه‌تر که نه خوشبوتره. ایکوزان دیگه جامده. اون دیگه جامده. کسی سوال داره؟ بچه ها فهمیدید این کربونا چی کار میکنن؟ کربونا وقتی بیشتر بشن، نگاه کنید همینجی که داره بیشتر میشه هی از حالت گاز میاد بیرون. کربونا هیدروژنش کار نداره، هیدروژنش رو کار نداری چون هیدروژن میتونه تغییر کنه. کربن وقتی که زیاد میشه هی از حالت گاز در میاد، مایع میشه، یعنی غلظتش بیشتر میشه، نقطه جوشش بیشتر میشه، گران رویش بیشتر میشه، یعنی غلیظتر میشه. ویسکوزیته هم به گران روی میگن بچه ها. ویسکوزیته اسم خارجیشه. اینو یاد بگیرید ها، خیلی مهمه. همین الان من یه سوال بپرسم. ما دو تا ماده داریم، مثلا 3-5 هاش 12 با 3-7 هاش مثلا چند بگیم خدا رو خوش بیاد، 14-16. آره 16 میشه. سوال اول، نقطه جوش کدام کمتر است؟ سینا اول بستش کن، تبا رو بست کن، تبا صداشم نشدی، بعد کیان رو بست میکنی. آن کیان حرف زده راست. آه سلام خوبین؟ چطوری؟ رضا رو بست میکنی بعد تبا. تبا جان به نظر تو نقطه جوش کدام کمتره؟ چرا؟ چی گفتم؟ 3-5-12. یه بار دیگه بگو چی رو خوندی؟ 3-5-12. جونت در بیاد دیگه، خوندنم بلد نیست. یه اضافه تو هم نکنه خیلی تقلب کردی، مغزت پکیده. نه من تقلب میرسونم، مغزم پکیده. همون رسوندنم فرق نمیکنه، تقلب تقلبه. چه بر رشوه گیرنده و رشوه دهنده هر دو از نظر اسلام محکومن، که خوی قربونش این رشوه است؟ پره. خب گفتی این چرا؟ خب
نقطه جوشش کمتره به خاطر اینکه تعداد اتماش کمتره. تعداد چیاش؟ الکتروناش. چیاش؟ آقا چی گفتم؟ نمیدونم آنم بابا. وصلی؟ وصلم وصلم بله. تعداد چیش کمتره؟ کربنش. جونت در بیاد. اتم میگم اتم خب میگم فکرم اشتباه دارم میگم اتم کربنش خب دیگه. خب بعد هیدروژن اتم نیست؟ هیدروژن اتم نیست؟ اتمه. کربن باید بگی اتم کربنش. مرسی. بعدی رو بس کن، رضا رو بس کن. رضا سال دو. کدوم یکی از اینا گران رویشون بیشتره؟ آنه عبی سلام. سلام رضا. گران روی یعنی غلظت. غلظتشون آقا 16 سی هفت 16 سی هفت هات 16. خدایا تو رو خدا اینا رو اصلاح کن. چرا یه دونه عدد نمیتونید بخونید؟ سی هفت هاش 16 جونتون در بیاد. حالا چرا؟ آقا چون که همونطوری که گفتین از سی یک اول بود سی یک هاچ چهار سی دو هاچ شیش هی داره میاد بالاتر، هرچی میره بالاتر غلیظتر میشه. آفرین. چون کربنش بیشتره بچه ها غلیظتر میشه، در نتیجه نقطه جوشش هم بیشتر میشه. مرسی رضا جان. آقا نبی فقط تو رو خدا میبین داره ضبط میشه، انقدر نگه ما میترسیم ابین ببینیم اتون. ضبط میشه؟ نه ببین اینا سانسور کنید. اگر هم رفتم اوین چیز کمپوت خوب برای من بیاد از خارجی ها باشه، هستم نداشته باشه، چون تو زندان نمیدونم هستشو کجا باید پرت کنم. شیکه حتی زندان اختلاسی ها خیلی شیکه، زندان سیاسی ها بدبخت ها. خب ایلیا جان اگه سوال ده دست زیر بالا ایلیا جان بگو عزیزم. ماهان هم پرسید استاد یورو 4 چیه؟ بنزین های یورو 4 استانداردن، یه نوع استاندارد. میگه آقا استانداردش یورو 4 باید باشه. جدیدن یورو 5. جدیدن یورو 5. جلوتر هم از یکی اومده. جلوتر هم از یکی اومده. نمیدونم یورو 6. استاد میخواستم ایکوزان رو ازت بپرسم. سی 20 هاش 43 بود. 42. آها 42 همین است. خب حالا من چجوری اینا رو حفظ کردم؟ حفظ نکردم، انقدرم بیکار نیستم، یعنی مغزم اصلا نمیکشه که بخوام این همه عدد حفظ کنم. اینا یه قرارداد دارن، یه سریشون رو میگم بگو ماهان کمکم کن یادم رفت کلام. آلکان میگن، آلکان ها یه سری میگن، آلکن ها یه گروه از مواد میگن، آلکین ها. این تو کتابتون نیست ولی اون دوتا هست. حالا به این اسم نخوندید ولی خوندیدش، توضیح داده. آلکان ها یه کربوهیدراته که پسوندش هم الف و نونه، آن الف و نون. خب بعد حرف اولش چیه؟ حرف یونانیه، حرف رومیه که توی جدول، ها جدول به شما نگفتم، بذار اینجا بنویسم دیده میشه. آره بچه یونانی ها مت میشه یک، ات میشه دو، پروپ میشه سه، بوت میشه چهار، پنت میشه پنج، هگز میشه شیش، هپت میشه هفت. و این هپت همون هفت عربی فه په، هفت هپت اینجوری بودا. اول هفت میگفتیم بعد عربا که حمله کردن بعد شدش فه، مثل فارسی و پارسی. احتمالا این از همونه، شوخی کردم باور نکن. بعد اکت میشه هشت، نان میشه نان، نانو نانو نو، یکم میشه ده. اینا عددهای یونانیه. عددهای یونانی رو میام میچسبونم به این الف و نون، مثلا مت به علاوه الف و نون
میشه متان. مت یعنی چی؟ یعنی یک کربن. یک کربن. ات میاد بالای الف و نون میشه میشه اتان. یعنی چی؟ یعنی دوتا کربن. خب دوتا کربن با کی؟ گفتیم اینا کربوهیدراتن. پس هیدروژناشون چی شد؟ آقا سه هیدروژنش چند؟ برای اینکه هیدروژن رو پیدا کنیم میایم سر وقت آلکان ها. آلکان ها یه فرمول دارن. فرمولش هم اینه. CN. N یعنی تعداد کربن. هاش 2N به علاوه 2. درست گفتم نیستم؟ 2N به علاوه 2. یا کنید کربوهیدراته. پس کربن داره هیدروژن هم داره. چجوری من هیدروژنش رو پیدا کنم؟ از این فرمول. N چیه؟ N تعداد کربنه. الان تعداد کربن این چنده؟ یکه. پس میام اینو یک میذارم، اینم یک میذارم. دو ضرب در یک میشه دو، به علاوه دو میشه چهار. پس این میشه سی یک چهار. گفتیم یکو نمی نویسیم. میشه سه هاش چهار. سه هاش چهار میشه چی؟ میشه متان. فهمیدین؟ دوباره میرم توضیح بدم. اگه فهمیدید بله رو بنویسید که از کجا اومد متان. ما از هفتم داریم متان رو میخونیم. متان از کجا اومده؟ از اینجا اومده. یعنی یونانی‌ها به یک میگفتن مت، یک مال کربن بوده، بعد متان جزو آلکان هاست، پس فرمولش اینه. یعنی از تعداد کربن هیدروژنش هم به دست میاریم. الان اینو کی میخواد بگه؟ ماهان رو سوال دارم. بله حتما حتما. ماهان هم جواب بده هم سوال کن. چشم استاد بنویسیم. استاد دو ان بنویسیم، دو ان به اضافه دو بنویسیم. بعد خب بیایم. بگو. خب میشه اول سوالم بپرسم؟ اول اینو بگو. چند بنویس؟ عدد بگو. دو ان دو تا. یه لحظه بنویسم. مرد. شیش نقاله. اینو چند باید بذاریم؟ اینو چند بذاریم؟ دو دیگه. دو. خب این دو ضرب در دو. جونت در بیاد. جونت در بیاد. ای خوش ندم شما مغزتون کار نمی کنه. حیف که حضوری نیست. تا من دو تا پس کلتون بذارم را بیاد. آخه دو رو میذاری دو دو تا چهار برای دو میشه شیش. میشه سه دو شیش. حالا سوالتو بپرس. اینا فقط متوات و اینا فقط با سه هیدروکربن ها؟ من جای دیگه ندیدم غیر از کیز و کربن به کار ببرم. به کار ببرم؟ ندیدم، نشنیدم. میسم میگه منم نشنیدم. معمولا برای میتو کربن ها شنیدم. ولی تری و دی و فلان چرا برای معادلات شیمیایی به درد میخوره؟ مثلا دی اکسید گوگرد و کربن دی اکسید نرفا. اونا فرق میکنه. تازه از اینجا به بعدشون هم یکی هم. از اینجا به بعد. یعنی مونو. دی تری یا تره بعد تترا از اینجا بعدشون دیگه یکی هم به اصطلاح حرفای یونانی رومی چهار تاشون با هم فرق میکنه بقیهش دیگه یکی. حالا یه کوچولو ممکنه یه ذره آخرش فرق کنه ولی همینجور من چیز دیگه من نمیدونم یعنی یادم نیست. خب دیگه کی سوال داره؟ خب حالا کسی که سوال داره اول باید سوال من جواب بده. کی سوال داره؟ رضا. جانم آقا. این سه سه هاشش چند میشه؟ آقا میزنیم هاش سه ضرب در دو به اضافه دو. آفرین. سه دو تا شیش را به اضافه دو هشت. هشت. میتونی اینو بخونی بر من این کیه؟ آقا بذار جدول دارم کنم. پروپان. آفرین. پروپانه. حالا سوالتو بپرس. آقا یه چیزی رو من نفهمم. الان کربوهیدراتو گفتیم با این فرمول به دست میاریم. آلکانا. آلکانا همون آلکانا رو. چون اینا همشون کربوهیدراتن. کربوهیدراتن. خود کربنشو میده تو سوال یا نه ما اونم باید خودمون پیدا کنیم. میشه پیدا. برای یه چی حتما باید بده. یه چیزی باید بهتون بده. یا کربن رو باید بده یا هیدروژن رو. اگه هیدروژن رو داد باز فرمول دارید میتونید باید به دست بیارید. بالاخره یکیشو باید بده بهتون. تو کتاب خودتون کربن رو میدن.
که شما با مقایسه کربن ها بگید کدوم غلیظتره، کدوم نقطه جوشش بالاتره و غیره. ممنون. نفر بعد نیکان جان سوال تو جواب بده بعد. اصلا کلا من اومده بودم سوال جواب. اول اینو بگو. آها اومدی سوال جواب بدی. بله. ادامه شو بگو. 2, 4, 8, 10 اسمش. اسمش رو نمیدی. بوتان. این دهتا رو حفظ کنید. حتما حفظ کنید. همین دهتا همون چارتایی که مونو دیوتر است. به دردتون میخوره. مثلا تترا کلورید کربن یعنی 4 تا کلور با یک کربن. تترا که میگن. مثلا تری اکسید دیکروم یعنی 3 تا اکسیژن با 2 تا کروم. اینا چیزایی که باید بلد باشید. که امروز میخواستیم توضیح بدیم و الان توضیح میدم. نفر بعد بگیرید. گرفتین؟ استاد ببخشید یه سوال داشتم، من پرت شدم بیرون، اینترنت هم قطع شد. گلن تا اینترنت رو بحث کنم با اون کسی که اینترنت رو انداخت تو این مملکت. استاد خاک تو سرم کسی که اینترنت رو قطع میکنه. خب من هم منظورم هم بود. خیلی من چه ربطی دارم استاد؟ هم سلول میشیم تو حرف نزن. تو جوونی من ازم گذشته. استاد از 1 تا 10 خب نه اینا رو نفهمیدم من. مت ات پروب بله. بود خب تا پایین. بعد اینا پسوند الف و نون میگیره. مت به علاوه الف و نون میشه متان. بله. مت یعنی چی؟ یعنی کربن یه عدد. کربن 1. بله. پس 3 هاش 4 میشه متان. حالا بله. یه کربن 2 بود میشه ات. ات به علاوه یه الف و نون میشه اتان. بله. حالا نکته بعد، ما هیدروژنش از کجا بیاریم؟ از این فرمول CN هاش 2N به علاوه 2. عدد 1 تو میذاری جای N. وقتی جای N گذاشتی میشه C1. این میشه 2 1 2 به علاوه 2 میشه 4. میشه C1 هاش 4 که 1 هم نمیذاریم. گفتیم 1 رو نمینیم. بله. بله یک کسی نمیشه نمیشه. بله استاد. خیلی خوب. نرم امروز. آتیلا بگو. آقا بریم. کجا بریم؟ بنویسی شما پای تخته. آها چیزو من اومده بودم جواب بدم. مرسی. خب آقای کاندیداتور حالتون خوب؟ من تو رو تحویل میگیرم آتیلا. از این بعد تو دیگه رفیق منی. یه کاری شدی منم یک پستی بهم بده. باشه؟ خب من اینو پاک کنم که جا بشه. آره ما شورای مدرسه شم. چی میگه؟ ما شورای مدرسه شم. اینجا شروع میشه بخور بخور و اختلاف. فکر از کجا شروع شده اینا که خوردن بردن از کجا شروع کردن؟ مادرزاده اختلافگر بودن؟ نه. یه دفعه که ما هنوز پایه یاد. جان؟ میگم من هنوز تو بخش پایه هم دارم یاد میگیرم. الیمنتری هم. سعی کن اصلاح شده یاد بگیری. سعی کن مثل آقایی نباشی. خب آقا اینو بگو. 3, 5 H12. آفرین. اسمش پنتان. درست. یه همچین چیزی باید. درسته پنتان بهش میگن. پنتان. پنتان آها کاربردش چیه؟ پنتان نمیدونم باید ببینم. میخواد بگم الان مینویسم. خیلی ممنون. قربونت. نفر بعد پنتان یه جایی بود نوشته که کاربردش ننوشته. نه کاربردش ننوشته. یه چشام نمیبینه آخه بقیهش هم بخونم که. نفر بعد کیه؟ تبا جان بفرمین. استاد من که پیدا نکردم کاربرد پنتانو. حالا هر کی پیدا کرد بعدم بگه ما بنویسیم. تبا کجا بنویسم که جا باشه؟ میخوای اینا رو پاک کنم. هم بهتر نیست؟ بهتره پاک کنید. چون عکسم گرفتید دیگه. بله بله. 3 8 خب
سه هشت میشه 16 18. اسمش هم میشه اکتان، همونی که توضیح دادی. گفتی کجا به درد میخورن؟ اکتان گفتیم توی مکمل سوخته برای بنزین، هرچی بالاتر باشه سوخت راحت تر میسوزه. آفرین، نفر بعد. مرسی، تشکر. تاها سلام. سلام. خوبی؟ بله مرسی. بگو. میشه 16. اسمش؟ هکس. نه استاد، هپت. 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 هپتان. هپتان. الف و نون هم باید اضافه کنی بهش. هپتان. خب آخرین نفرم بگه و بعد بریم سر وقت آلکن ها. 3 6. استاد اول جواب بدیم بعد سوال اول جواب بده بعد سوال بگو. بای. چون بکن سینا یه بار دیگه بس شو، نگو اینترنتت پرید. سینا یه بار دیگه بس شو، نه که موبینه بس کن. نیکان جواب داده، نیکان قبلا جواب داده. استاد استاد اومدیم استاد نتمون ضعیف شد. اومدی بگو. استاد 14 میشه. خب اسمش؟ آقا اسمش میشه هگزان. کاملا صحیح. آقا بعد این فقط مال چیزه ترکیبایی که آها که توش هیدروژن داره، کووالانسیه که توش هیدروژن داره، کلا هیدروژن دارن ولی نوع آلکان. حالا آلکن رو که بگم باز متوجه میشی چیه. آه ممنون. آرگونه دیگه چی؟ یه نفر دیگه میخواد بس کن. نیکان بس شو. نیکان ده هم تو بگو. موبین. یه اومدم کاربرد پنتان رو بدم. ها بگو آفرین. آقا توی شوینده ها و این برای ایجاد کف ازش استفاده میکنم. چه خوب، نمیدونستم. آقا حلال هم هست، شما نه حلال هم هست. پس اگه کف کنیم یعنی پنتان کرد. پنتان داریم. آره پنتان داریم. مرسی، خیلی خوب بود. عالی بود. موبین واسه شو. موبین جان. موبین کجا رفتی؟ اومد. بگو ده. سلام استاد. جانم. استاد میشه 22 فکر کنم. اسمش. بعد استاد خیلی اسمش. دو که. آره. یه الف و نون هم میزنن دیگه. خب بگو. نمیشه تلفظ میشه. دکان. اگه دکان بگی میشه مغازه. نه همون دکان. دکان چیزات دکان یاد بگی. دکان ولی میگن. مرسی موبین. خب بچه همه اینهایی که الان ما گفتیم یک تا ده ها همینجوری تا آخر یا به اصطلاح آلکان ها همشون پیوند بین اتم هاشون کووالانسی که هست یگانه هم هست. یگانه است. حالا میخوام اینا رو با پیوند یگانه نمایش بدیم. مثلا کربن CH4 این میشه ساختار مولکولیش یا ساختار اتمیش بگیم بهتره. هر خط نشان دهنده دو تا دونه الکترونه، یه الکترون هیدروژن به اشتراک گذاشته، یه الکترون کربن، یه الکترون هیدروژن تا آخر. کربن مگه 6 نبود؟ یعنی 2 4. برای پایدار شدن چی نیاز داره؟ 4 تا الکترون نیاز داره. کربن گروه 4ه که من قبلا بهتون گفتم یه گروه خاصیه. کربن از اوناست که پیوند کووالانسی برقرار میکنه با خیلی چیزا، بالاخص هیدروژن که بهش میگیم هیدروکربن. الان کربن 4 تا نیاز داشت. 4 تاش از کی گرفت؟ از هیدروژن گرفت. پیوندها چندگانه است؟ یگانه است. چرا یگانه؟ چون یه الکترون از هیدروژن گرفته، اینم یه الکترون، هم یه الکترون تا آخر. پس CH4ی که به دست اومده یعنی متان،
مولکولش این شکلیه. سال هفتم براتون کشیده بودم. پس مولکول متان من نمیتونم اینجوری بکشم. این غلطه. نمیتونم اینجوری بکشم. این غلطه. الان میفهمید چرا غلطه. میدونید که هیدروژن وقتی که به این یکی الکترون به اشتراک گذاشته دیگه چیزی نداره که بخواد به این اشتراک بده که بهش بچسبه. این دیگه چیزی نداره. پس اینا نمیتونن این کارو بکنن. هر کدوم از هیدروژن ها با خودمون کربن الکترون به اشتراک میذارن. پیوند یگانه فهمیدین چیه؟ یکی دیگه هم بگم؟ باش. 3 4 8 10 3 4 این 4 تا کربن. 3 4 8 10 بوتان. این پیوند پیوند پیوند. هر کربن 4 تا چیز نیاز داره. این کربن اولی یه الکترون از این گرفته، عدد میذارم، این 1. از هیدروژن الکترون میگیره، از این هیدروژن هم الکترون میگیره، از این هیدروژن هم الکترون میگیره. 4 تاشو گرفت. این کربن 4 تاشو گرفت. 3 تا از هیدروژن گرفت، یکی دیگر از کربن گرفت. درسته؟ حالا کربن وسطیه. یه دونه که از این گرفته، یه دونه هم از این میگیره. چند تا خالی میمونه؟ 2 تا. این 2 تا میشه 2 تا هیدروژن. کربن بغلی هم همینطور. کربن آخری یه دونه که از این گرفته، 3 تا خالی میمونه، کربن دیگه اونور نیست، پس از هیدروژن میگیره. یعنی همینجوری کربن ها میتونن به هم دیگه الکترون بدن، هی چیکار کنن؟ کربنشون رو زیاد کنن، هی مادهشون عوض بشه. این چقدر ماده میتونه بشه؟ یعنی همینجوری تعداد کربن زیاد بشه. یادتونه هی هفتم تاکید میکردم یا هشتم بود، گفتم این کربن یه چیز عجیب غریبه، جونوریه. جونوریش اینه، عجیب غریبش اینه. همینجوری انواع اقسام هیدروکربن رو میتونه بسازه. گرفتین؟ یگانه یعنی چی؟ اگه گرفتین بنویسید بله. تبار رو بس کن بعدا. هر کی هم سوال داره سریع دست بلند کنه. مهدی جان بگو. از سوالی که آب برای من پیش میاد، ما نفت کوره رو تو دمای خیلی بالاش میتونیم یه خورده بسوزونیمش، یعنی تقریبا بسوزونیمش، آتیشش بزنیم. نفت خامو نمیشه اصلا سوزون. میشه؟ میشه؟ میشه سوزون، ولی دود بسیار زیادی میکنه. بعد چقدر دما برای آتیش گرفتنش میخواد؟ نمیدونم، عددش حفظ نیستم. خیلی باید زیاد بشه. آه، بعد. ولی چقدرش نمیدونم. تشکر. قربونت. از زغال سنگ کمتره، اینا میدونم، باز از زغال سنگ کمتره دمایی که میخواد. ایلیا چش کجاشون بدن بس از آن بپرس. ماهان جان بگو. یگانه فقط با هیدروژن یا فقط با یه دونه اتم اشتراک بذاره؟ یگانه یعنی یه الکترون از یه عنصری بگیره. یگانه یعنی مثلا نیا کن خود هیدروژن با خود هیدروژن الان باز میشه یگانه. وقتی یه خط بکشی یعنی یه الکترون از یکی گرفته. ممکنه سدیم باشه، ممکنه ها، منظورم اینجوری فرض کن کلور باشه. چرا سدیم الان کلور چون میتونه راحت اگه یا فلور مثلا باشه. دوگانه میشه دو تا. اونو بذار بعدم. چنگانه و اینو میشه. آره، دوتا به بالا. دوتا به بالا بذار بعدم بگم. بعدی آقا نوبی بود یه کربن با 4 تا هیدروژن دیگه وقتی یه کربن باشه. بله بله بله. حالا دوتا میشه 8 تا. الان من 4 تاشو نفهمیدم چه شد. 2 تا میشه 6 تا. کی گفت 8 تا؟ آها 2 تا 6 تا. ای 2 تا یا کن 2n به علاوه 2.
پس یعنی سه تاش میشه 8 دیگه. سه تا میشه 8. نگاه کن بشمار. 1 2 3 4 5 6 7 8. آقا یه چیز دیگه نمیشه مثلا این الان هر دوتا رفته بالا دیگه، نمیشه مثلا 7 باشه، مثلا به جا مثلا هیدروژنش مثلا به جای اینکه مثلا 10 باشه 9 باشه، یا مثلا 12 باشه 11 باشه. حالا 10 باشه نمیشه. کمتر باشه رو داریم، سب کنی تو آلکن ها میگم کمتر داریم ولی بالاتر نه. آها. ولی کمتر داریم. اون یعنی پیوند فرق میکنه که سب کنی میگم. بعدی سوالشو بگه تا برای ایلیا توضیح بدم. ایلیا جان، آتیلا جان بگو. چون فلش ببین یه دونه فیلم داریم به بند کوبالانسی چنگانه و تو یکی بوده. آتیلا جان بگو. آقا من بگم جواب ایلیا تو بگو. ایلیا جان ببین، کوبالانسی بین دو اتم غیر فلز شکل میگیره. یعنی چی؟ یعنی بعد یه اتم از یه مولکول باشه یه اتم از یه مولکول. مثلا یکی کربن یکی هیدروژن، کدومشون فلزه؟ هیچ کدوم. پس کوالانسی پیوند یه دونه کربن میاره یه دونه هیدروژن. خیلی یه چیزی آتیلا جان. خب پس این دوتا با هم ترکیب شدن یه کوالانس یا اشتراک گذاشتن شدن پیوند کوالانسی، یک ترکیب مولکولی. ایلیا یه فیلم الان میذاریم 2-3 دقیقه است، این فیلم رو ببین. بچه ها احتمالاً دیدن در مورد پیوند هاست که بین هیدروژن پیوند یگانه است. چرا؟ چون هیدروژن یکه، یه الکترون نیاز داره، پس یه الکترون نیازشو به هم میده میشه 8-2. اکسیژن 8 دیگه میشه 2-6. دو تا نیاز داره. چی نوشتم؟ 2-6 دو تا نیاز داره، پس دو تا الکترون به اشتراک میذاره. وقتی اینا نقطه رو من بس کنیم میشه دوگانه. نیتروژن 7 میشه 2-5. الان خود ایلیا بگه. ایلیا فقط تو بگو. 2-5 نیتروژن چند تا نیاز داره؟ فقط ایلیا بگی بچه‌ها. آره ایلیا رو بس کن. استاد میشه سگانه، یعنی سه تا فکر کنم نیاز داره. آفرین، سه تا این احتیاج داره، سه تا این احتیاج داره. بس. پس میشه سگانه. این میشه پیوند های یگانه، دوگانه، سگانه. الان فیلمش هم میبینیم. بذار فیلمش باشه. اگه سخت بود. گرفتی ایلیا؟ نه استاد فهمیدم. آره استاد فهمیدم کامل. بله. یعنی به اندازه اون لایه ظرفیتشون که خالی دارن پیوندشون میشه. مثلا باریکالله. ممنونست. اینا ببینید. پیوند کوالانسی انواع مختلفی دارد. مثلا پیوندی که بین دو اتم هیدروژن شکل می‌گیرد، پیوند یگانه می‌باشد. یه بعد اشتراک یک الکترون و تشکیل یک پیوند صورت می‌گیرد. در حالی که دو اتم اکسیژن با اشتراک گذاشتن دو الکترون تشکیل پیوند دوگانه می‌دهند. و مولکول آزاد نیز از اشتراک سه الکترون و تشکیل سه پیوند، یعنی پیوند سگانه بین دو اتم نیتروژن شکل می‌گیرد. مرسی. بچا ازات همون نیتروژنه ها. کودای ازاته که میگن این کودای نیتروژن دار که برای گیاهان مفیده. خب پس متوجه شدین دیگه پیوندای یگانه دوگانه سگانه یعنی تعداد الکترون‌هایی که به اشتراک گذاشته میشه. آلکان‌ها پیونداشون همه یگانه بود. اما آلکن‌ها پیوند بین کربن‌هاشون، چون آلکان ها مربوط به هیدروکربنه، مربوط به عنصر اکسیژن و نیتروژن و اینا نیست، مربوط به هیدروکربن هاست. آلکن که میگیم مربوط به هیدروکربنه، پس پیوند بین کربن ها دوگانه. پس ما 3H4مون تحت هیچ شرایطی آلکن نیست چون یک کربن داره. پس اینو میذاریمش کنار. پس از کدومی شروع میکنم؟ از دوتاییه. یعنی 3-2. دوتا کربن. خوب گوش بدید. الان مطمئنم خیلیاتون میتونید بگید که این دوتا کربن چند تا الکترون با هم به اشتراک میگذارن.
هر کدوم 4 تا نیاز دارن دیگه، هر کدوم 4 تا. گفتیم بین خودشون پیوندشون چیه؟ دوگانه است، یعنی هر کدوم 2 تا الکترون. پس این دو تا چند تا خالی میمونه؟ 2 تا دیگه خالی میمونه، برای هر کدوم 2 تا خالی میمونه. این دو تا میچسبه به هیدروژن، میشه این. فرمولش چیه؟ دوتا کربن داره میشه سی دو. چند تا هیدروژن داره؟ 4 تا، میشه سی دو هاش 4. این کیه؟ تو کتاب دیدید بنویسید این کیه سری. اونایی که کتابو خوندن میتونن بنویسن. فصل 3 کتابتون چی نوشتی؟ آفرین نیکا، این اتنه. این همونیه که وقتی که پلیمر میخواد بشه، پلیمریزاسیون توش انجام میشه، از این مولکولای اتن 100 تا به هم بچسبه، این الان اتن میشه یک مونومر، یک مونومره، یک تکپاره. وقتی از این اتنا 100 تا به هم بچسبونی میشه پولیتن یا پولی اتن، یعنی پلیمر، یعنی بسپار، که باز جلوتر براتون میگم. پس اتن اینه. جزء چی هست؟ جزء آلکن هاست. آلکن ها رو چجوری می نویسن؟ اون حرفا رو دیدید؟ ات به علاوه ان، میگه آن نه، الف و نون نه، ان کسره و نون، پس میشه اتن. پس اگر من بخوام بچه ها پیوند سگانه چی میشه؟ میتونید بگید؟ فرمولش نگفتم، فرمولش بگم، شما رو سگانه هم فکر کنید. فرمولی نگفتم، فرمول این بود سه ان هاش دو ان برای بده برای آلکان بود، حالا آلکن اینه سی ان هاش دو ان، این میشه برای آلکن ها دیگه. بله به دو نداره. چرا بله به دو نداره؟ چون پیونده وسط دوگانه است. بچه ها سگانه رو فکر کردین؟ ایلیا جان سوال داری؟ بپرس. نه من مال قبل. قبله؟ ایلیا نمیشه نیتروژن. درسته مثالت ایلیا جان، مثالت درسته، ولی برای پیوند سگانه. من یه چیز دیگه سوال کردم. چی سوال؟ گفتید سگانه‌اش آلکین. آره نیتروژن سگانه داره. خیلی بله، نیتروژن سگانه داره، کاملا درست ایلیا جان. خیلی خب، من سوالم اصلا فکر کنم اشتباه بود، میخواستم بگم که سگانه رو چی میگن. خب سخت پیدا کنید چی میگن، ولی فرمولش رو میتونید بگید. فرمول پیوند سگانه چی میشه؟ هر کی بنویسه آفره. فرمول یعنی این، همچین چیزی برای آلکین ها، بذار اسمشو بنویسم، برای پیوند سگانه ها یعنی آلکین ها فرمول چی میشه؟ بچه اسمش آلکینه. نوشتم؟ بردیا بگو. بردیا جان بگو. سلام آقا. سلام، چطوری بردیا جان؟ بگو. فردا هست؟ آقا بگم چه CN H2N منهای دو. آفرین آفرین بچه ها، CN H2N منهای دو. یه مثالم بزنم، بازم آلکین ها متان توش نمیتونه باشه، چون باید بین دو تا کربن باشه. پیوند بین دو کربن در آلکین ها، پیوند بین دو کربن سگانه است. پس دو تا کربن باید بکشم، اینجا میکشم، این یک کربن، این دو کربن، سه تا الکترون باید به اشتراک بگذارم. کربن 4 تا نیاز داره، سه تا به اشتراک بگذارم، این 1 2 3. چند تا دیگه میمونه؟ یه دونه. این ور میشه هاش، این ور میشه هاش. پس فرمولش میشه 3 2 8 2، که به این استیلن میگه. حالا اتین هم ممکنه بگیم، ولی استیلن قشنگ‌تره، که دیگه یه خاصه دیگه. بعد یادتون باشه پیوند هر چی بیشتر بشه، یعنی یگانه بشه، دوگانه بشه، سگانه، ضعیف داره میشه. این نیرو جاذبه یا پیونده داره ضعیف میشه. ما پیوند چهارگانه یه حالت داریم، اینجا می نویسم بین دو تا کربن پیوند چهارگانه، پس دیگه هیچی دیگه نمیتونه به این بچسبه. ولی این پیوند انقدر ضعیفه که معمولا تشکیل نمیشه، یعنی تو طبیعت که نیست، چون خیلی پیونده ناپایداریه، سسته. پس پیوند چهارگانه اگه بخوایم داشته باشیم فقط بین دو تا کربنه دیگه، هیدروژنی چون جا نداره دیگه، 4 تا الکترون ها به اشتراک گذاشتن دیگه، جایی نیست که بخواد هیدروژن هم بهش بیاد،
پس کربوهیدرات ها اصلا پیوند چهارگانه ندارن. متوجه شدید؟ بله رو بنویسید. سوال هم دارید؟ دست بلند کنید. تا پاک کنم بریم سر وقت آخرین مطلبمون. سینا پرسید پسوند آلکین چیه؟ اسمش روشه دیگه. آلکن ان بود، آلکین یه اونونه، استیلن، تیلن. اسمش فرق میکنه، حالا اتین مثلا نمیگیم، میگیم استیلن. همچین چیزی، درسته میسن؟ منم یادم نیست. حتما تا این حدشو میدونم که استیلن میگن. چون خیلی هم، حالا چونه نزنیم ولش کن. آتیلا گفته بین یک کربن و چهار هیدروژن نمیشه؟ نه دیگه آتیلا، پیوند چهارگانه گفتیم بین دو تا کربن پیوند ایجاد شه، یک کربن با چهار تا هیدروژن چهار تا پیوند مجزان. اینجوریه، نگاه کن، این کربنه، این یه پیوند با هیدروژن، این یه پیوند با هیدروژن، اینم یه دونه، یه دونه، اینا همه یگانن. کربن چند تا پیوند اینجا ایجاد کرده؟ چهار تا، ولی چهارگانه نیست، چهار تا یگانه است. گرفتی؟ پس این به این صورت میشه. حالا هیدروژن چند تا پیوند ایجاد کرده؟ هر هیدروژن یه دونه. چهار تا هیدروژن میشه چهار تا. این سوال کتابتون ها، تو کتابتون همچین سوالی پرسیده، بین کربن و هیدروژن چند تا پیوند برقرار شده است. یادتون باشه کربن چهار تا پیوند، هر هیدروژن یه دونه که میشه چهار تا هیدروژن. اتیلا سوالی برطرف شد یا من صدا باز کنم؟ صدا تو باز کن یا رفت شد؟ یه رفت شد دست رو بنداز. رفت نشد، باز حرف بزن. عکس میخوام بگیرین، بگیرین، میخوام پاک کنم. نصفش رو پاک کردم. استاد میخواستم بپرسم فرمول سگانه همین بود که این پایین نوشته بودین، درسته؟ بله، منهای دو، دو ان منهای دو، سی ان اچ دو ان منهای دو. آره، یعنی دقیقا برعکس دو میشه دیگه، فقط منفی میشه دیگه. منفی میشه دیگه. که رضا جان، بله. آقا توی آلکن ها گفتین سی دو تا خط، چیز سی دو تا خط با سی و دو تا هم بغلش، دو تا بغل هر کدوم از سیا. الان این ما چه شکلی از روی شکل چهار زدیم؟ من اینو نفهمم، چهارش به اون دو تا وسطی ها ربط داره؟ چهارش چی فدات شم؟ سی هاچ چهارش، کو سی هاشار؟ این سی هاشاره؟ کو چهار تا هاش؟ این یه هاش، این دو هاش، ببخشید. آره منو بگو، سی دو هاش چهار، نه سی هاش چهار، سی دو هاش، دو هاش چهار. این سی دو هاش تا چهار، چرا دو چهار تا هاش؟ نیا کن، مگه این کربن چهار تا نیاز نداره؟ مگه چهار تا نیاز نداره؟ بله. دو تا شو که کربن گرفت، چند تا میمونه؟ دو تا. خب هیدروژن میگیره هر کدومش. مالا خود این مگه چهار تا نیاز نداشت؟ مگه چهار تا نیاز نداشت؟ بله. دو تاشو که این گرفت، دو تا دیگهش میشه هیدروژن. الان اینو نگاه کن، سی دو هاش چار میشه اتن. متوجه شدی؟ متوجه شدم، سی سه میشه هاش شیش. رضا بزنمت؟ نه سی سه میشه هاش شیش، ولی آلکانه، آلکنه، مذارت بخوام، آلکن دیگه، همون آلکن، مذارمون آلکنه. آره آره درسته. اینجوری میشه، این هم بذار این بری بکشم که درست شد. آره این آلکنه، بله بله، پروپن بهش میگم، میگم پروپن. من هم قاطی میکنم، بدبختی یکی کرده. فهمیدی رضا جان؟ خب بریم سر وقت پلیمریزاسیون رو تمومش کنیم. ساعت چنده؟ 5 دقیقه وقت داریم بچه. پلیمریزاسیون هم بگم چون تو امتحانتون احتمال زیاد بیاد،
بسپار و بسپار از این حرفا رو قبلا خوندید. بسپار چیه؟ یک درشت مولکوله. چجوری به وجود میاد؟ از به هم پیوستن مولکول‌های کوچک یا ساده به نام تکپار یا مونومر. یعنی تکپارها و مونومرها به هم میچستن، پلیمر میسازن. مثلا سلولوز از به هم پیوستن گلوکوز به وجود میاد. صدها گلوکوز به هم میچسبیدن، این گلوکوزها سلولوز به وجود می آوردن. برعکس بطلش می‌زدن. گلوکوز چی بود؟ یک تکپار بود. 3, 6, 8, 12, 6 این گلوکوزه. 100 تا از این گلوکوزها اگه به هم بچسبن، 100 تا از اینا به هم بچسبه میشه مثلا سلولوز. و 100 تا رو همینجوری دارم میگم و زیاد که بشیم زنجیره‌ای به هم چسبیدن، پشت سر هم به هم چسبیدن. این مار قبل بود. حالا اینجا تو کتاب شما تو قسمت آخر گفته ما میتونیم از بعضی از گازها مثل اتن. بچه ها اتن راستی میدونید که کجا به درد میخوره دیگه؟ میدونید؟ میدونید؟ یا دست بلند کنید یا بنویسید گاز اتن کجا به درد میخوره؟ آقا تو کتاب هست، پس کتاب نمیخونید؟ کی میدونه؟ چی نوشته؟ پلاستیک. حتما آفرین. یکی دیگه، یکی دیگه. آتیلا رو بس کن. آقا اتن یه جایی به درد میخوره، تو اون کتابتون نوشته. آتیلا میگی؟ میوا. آفرین. بله بله آقا، هنگار میوای موز و گوجه فرنگی به دست میاد، بعد برای رسوندن میوا تو گلخونه استفاده میشه. آفرین. بچه ها بعضی از میوه ها وقتی رسیده میشن از خودشون گاز اتن تولید میکنن، مثل سیب، گوجه فرنگی. میگن که شما توی یخچالتون سیب دارید، خب اگر کیوی خریدید کاله بذارید بغل سیب، زودتر میرسه، چون سیب اتن تولید میکنه و اتن باعث رسیده شدن میوه میشه. موزا رو که از خارج میارن کال میارن که خراب نشه، بعد که میخوان تو بازار عرضه کنن دیگه میوه کال عرضه نمیکنن که موز سبز بدن دست ما. ما گاز اتن از کجا بیاریم؟ ما یه گازی داریم ولی تو توالته. اون که نمیتونه زرد کنه موز، میتونه زرد کنه ولی رنگش قهوه‌ایه. من این فیلمو نمیذارم. میسم گو اصلا این فیلمو نمیذارم تو آپارا. گاز اتن موز سرد یعنی به موز گاز اتن میدن رنگ زرد. قدیما هم گفتن گوگرد میزنن چون زرد بود، یعنی رو بیسوادی خودمون بود دیگه، گفتن گوگرد میزنن زرد میشه، درسته که اتنه. خب پس کاربرد گاز اتن این شد. اما اتن میتونه پلاستیک بشه، یعنی پلیمر بشه. پلاستیک یک پلیمر مصنوعیه، یادتون باشه. پلیمر طبیعی داریم، مصنوعی داریم. طبیعی که بلدی مثل هموگلوبین و نمیدونم ابریشم و پنبه و گوشت و اینا همه پلیمرهای طبیعی بودن. اما پلیمر مصنوعی پلاستیکه. از چی ساخته شده؟ از اتن. اتن رو باید حرارت بدیم. وقتی حرارت بدیم پیوند دوگانه اتن شکسته میشه. ببین فیلم پلیمرزاسیون آوردم، اگه نیاد باشم جلسه بهتون نشون میدم. این پیوند دوگانه باید شکسته بشه. یعنی چی بشه؟ یعنی تبدیل شه به پیوند یگانه. وقتی تبدیل شه به پیوند یگانه، الان یه خط این ور داره، این طرفش دوباره وصل میشه به یه همچین مولکولی. بعد دوباره این پیوند دوگانه شکسته میشه. نگاه کنید، پیوند دوگانه شکسته میشه، میاد این بغل. اتن اینه، این ورش پیوند نداره، وسط پیوند دوگانه داره. موقعی که میخواد پلیمر بشه یا بسپار بشه، میخواد این اتفاق بیفته، دوگانه شکسته میشه میاد این بغل، دوباره همچین اتنی بغلش میشسته الی آخر. یعنی خیلی زیاد. خب الان این چیه؟ این 3-2-8-4. این چیه؟ اینم 3-2-8-4. اینم 3-2-8-4. فرق این 3-2-8-4 با این 3-2-8-4 چیه؟ با این فرقش اینه که این پیوندش یگانه است، این پیوندش دوگانه است. دیگه چه فرقی داره؟
این یه مولکوله، یه دونش یه مولکوله، این همینجوری مولکولا با هم چسبیدن، یعنی با هم یه مولکوله، دیگه تکی مولکول حساب نمیشه. سخت بود، میدونم سخت بود، ممکنه بعضی نفهمیده من چی گفتم. میخوام یه جور دیگه بهتون بگم. آقا یه بسته قند، یه بسته قند داریم، این بسته قند رو ما بهش میگیم پلیمر. یه بسته قند داریم، میگیم یک مولکول پلیمره. تو این بسته قند چیه؟ قندای حبه‌ایه. این قندای حبه‌ای کنار همه، اینا هم قندن، کلش هم قنده، کلش یه بسته قنده، یعنی یک بسته یا یک مولکول بزرگ، یک درشت مولکول، توش مولکولای ریز، مولکولای ریز قند. ما الان به این میگیم یک بسته 100 تایی قند، یعنی 100 تا از این قندا یه بسته ساخت، 100 تا از این اتنها یه مولکول بزرگ ساخت. اتنه ولی یه دونه بزرگه، بهش میگیم پولیتن. به جایی که بگیم بسته قند میگیم پولیتن. اینجا قند بود، 100 تاش شد بسته قند، این اتنه، 100 تاش میشه پولیتن. حالا 100 تا نگیم، میگیم انتا. حیف که وقت تموم شد، فیلمشو جلسه بعد میارم دیگه کامل درکش کنید، ایشالله فهمیده باشی که این بسته قنده تو ذهنت باشه، قندا دونه دونه، هر قند یه اتن، هر قند یه اتن، کل این قندا پولیتن. خسته نباشی بچه ها، خسته نباشید. ایلیا جان سوالتو بی زحمت نگه دار واسه جلسه بعد، ما هم همینطور، چون آنوی 10 دقیقه دیگه خود کلاسه دیگه بچه ها، کلاس بعدی هم نمیتونم فوش بدم، برای همه مغزم درد میگیره. کلاس شما باز خوبه، میگیم یه خندی صفا میشون. خدا حافظ بچه ها. بچه همه این خسته نباشید، خدا حافظ همه. میزم به نظرت این بسته قند خوبه برای درک یا نه؟ میتونم بفهمم با این که قند اتن یه بستش بگیر نمیدونم.